هموطنان گرامی، سلام و درود بر شما. در جنگ حماس با اسرائیل یک نکته دیگر ما متوجه شدیم که همین مسئله شرحش مهم است. اینمی حماس دنبال به اصطلاح نجات از هجوم اسرائیل نیست، طوری که فکر میکنه ای خیلی آسان ساختن موضوع است. ای تو به نظر میرسه که حماس حال به دنبال یک ژئوپلیتیک جدید است. غزه خب جایش است، فراتر از غزه چیزایی است. حتی تشکیل کشور فلسطین که میگن که والا یک کشوری یک جا ای طرف باشه، یک کشوری ای طرف در پهلوی هم با یک زندگی مسالمت آمیز، اینمی قضیه کشورسازی به نام فلسطین از مانیفست حماس حذف شده است. ما حتی متوجه شده میتونیم از این حاله که یک انقلاب رادیکال در افکار جهان اسلام اینا میخوان رونمایی کنن به نفع خود. یعنی بازی بسیار جذاب هم است، در این حالی که بسیار خونبار است. اما شاید شما بگوین که خب به چی غزه را چی؟ غزه خو خورد و خمیر شده روان است، اصلا کسی از راه نجات نداره. خب یک چیزی است که واقعا همه چیز در اونجا یعنی خون با گوشت، گوشت با خون یکی شده. ما امیره میگیم که اما دمی تامی دو ماه باز پس نتیجیش چیز برخلاف گذاشته. یک وقت هیتلر دستور داده بود در مورد انهدام مسکو، آمده پشت دروازه مسکو دستورشی بود که شهر باید محاصره شود. یک سرباز روسی، یک باشنده شهر، چه مرد چه زن چه کودک اصلا نتانه فرار کنه. دستور هیتلر بود از این مسکو، و هر کس که تلاش برای فرار میکنه آنن کشته شود. یعنی طوری یادم فرمان داده بود که باید مقدمات لازم چیده شود که مسکو و اطراف این شهر یعنی با ایجاد تأسیسات عظیم، یعنی مثل که غزه را اسرائیل میخواه غرق کنه در آب، او هم عین دستور داده بود که با وسیله تأسیسات عظیم و غولاسا کل شهر زیر آب بره. خب البته این تکه پارایی که من بر شما نقل کردم از کتاب خاطرات مارشال ژوکوف است که مستند خودش نوشته ایده، که ادلر میگه باید مقدمات باشه که در آبی را غرق کنیم، مسکو چی شوه؟ تبدیل به یک دریا شوه که چی زیر پوشش بره و این پایتخت مردم روسیه بر همیشه زیر آب بره و تمدنی که اینا ادعا میکنن پنهان شود از نظر تاریخ. شما تصور بکنید این جنگ ها حکمت های داره، شکست ها علت العلل داره. حال شما از غرق کردن غزه و مردم زده و زخمیش او را که در آب مدیترانه میخوان غرق بکنن با کمک بلک واتر در مسکو، مگر چشی بود؟ چی پیش آمد بعد؟ آل نوبت غزه است. البته مسئله بلگواتر در برنامه ما بررسی میکنیم تا ساعت بعد. خب اماس شکوف و اختلاف بین فلسطینیا دو شاخش، شاخه حماس، شاخه فتح، الفتح که رهبرش یاسر عرفات بود. آل محمود عباس در کرانه باختری همونطور یک چیز، یک حکومت معیوب پیش میبره. اختلاف بین فتح و حماس از زمانی که جنبش اخوان المسلمین، به اصطلاح جنبش اخوان المسلمینی است خود حماس، در سال 2007 یک کودتا که در غزه سازمان فتح را به اصطلاح از بام انداخت و طرف پرت کرد.
اختلاف تا امروز است. اما در جنگ امروز چی چیز جدید است؟ شاید بگویید که چی جدید است؟ خون اسرائیل است، میزنه و هم میزنه و میزنه، سالها دوام کرده. چیزی که اینجا جدید است، ما در اظهارات اسامه همدان رهبر حماس در دفترش در لبنان است، ما در سخنان عظیم میتونیم تشخیص بدیم. همدان میگه که کسی تصور نمیکنه، در فکر کسی هم نمیه که صحرای سینای مصر فلسطینی ها را در خود ببلعد. یعنی طرح اسرائیلی است که فلسطینی ها را برانه به طرف صحرای سینا. میگه اصلا در ذهن کسی نمیه که مردم غزه را صحرای سینا خرد کند. برعکس، منطقه مرزی پایگاه مقامات محکمتر از حماس در برابر از اونا میشه. یه چی میگه؟ میخواه بگویه که با تمام قدرت، بی چون و چرا، بی امان ما استاد هستیم. خب دیگه، خب شاید شما کسی بگوین که مجبور هستین استاد شوین، در موجه در حالت محاصره هستین در یک دایره کوچک. اما نه، همدان چیز دیگه میگه. میگه اگر کسی دغدغه ثبات منطقه را داره، چی الفتح، چی کسی میگه ولی منطقه بی ثبات میشه. پس تجاوز به غزه را نخواهند که متوقف بکنن، یعنی بگویند که به غزه تجاوز نکنین منطقه بی ثبات میشه. نه، این رای حل نیست. به خاطر که ثبات منطقه تامین شوه، میگن که غزه باید خفه شوه یا اسرائیل متوقف بکنه این طوفانی که از دریا و زمین و آسمان برا انداخته. نه، این رای حل نیست برای ما. میگه ما اصل قضیه است که چطور با سلطه‌گری، یعنی شرایط فراهم بیاوریم که تجاوز اصلا صورت نگیره به ما، یعنی اسرائیل توان تجاوز از دست بده. حرف همدان اینی نقطه است. ما که در اول اشاره کردم که حماس دنبال ژئوپلیتیک جدید است. گپ از غزه و چیزا بالا است. غزه یک محور هست، اما محورهای دیگه متصل است به محور کوچک غزه چیزهای دیگه است که مثلا این ما گفتم اونا در صدد جنگی هستند که بر همیشه اسرائیل از نظر توانمندیش برای تجاوز هر دفعه در زمانی که بخواهد تجاوز بکنه، شب یا روز، او توان کاملا بخوش کرد در وجودش. خب تا این لحظه، یعنی اونا دنبال ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی نیستند. اگر این توانمندی تجاوز خونسا نشه، نخوش کرد، شما که کشوری هم تشکیل بدین در این کنار یا در این کنار، هرگز روی خوبی رو نمی بینه. اینیج از ژئوپلیتیک آینده حماسی ها، که البته کشورهایی که در عقبشان است عین چیز میگه و با تعریف خود دارن. فتح چی میگه؟ فتح که کمک یک خانه نیمه کاره رو برش دادن، به می بخور و نمیر خوش است. میگه چه قشر ماور گپسی، ای خود تقریبا یعنی کوچاندن مردم است. کوچاندن نیست، انرژی فلسطین تبدیل به یک جریان کوچ و جنگ و بزن و بگریز و همیشه جنگ اینا تبدیل میکنن. حال اینا از اماس میخوان که باید فکر خود در نظر بگیره دیگه، یک توجهی داشته باشه که جان شهروندان فلسطینی مهمتر از منافع حزبی است. یعنی شما اماس هستین یک حزب، شما منافع حزبی، چیزی که ما تشریح کردم حالا در ژئوپلیتیک آینده حماس این ربط به حزب نداره.
خب این قیاس سازمان الفتح هست که به بردخویی خو گرفته از زمان انور و سادات تسلیم شدن. حقیقتی است که رویدادها از سال 2007 تا حال نشان داده که حماس به فکر فلسطینی ها نیست. ایره سازمان فتح میگه، میگه ایتا یک که انداخته بهانه های جنگی با وجود میاره، بالای اسرائیل حمله میکنه و همه را در خطر انداخته، 20,000 نفر کشته شده. این معلوم میشه که به فکر جان فلسطینی ها نیست، برعکس در فکر چیز خیلی. خود سازمان فتح هم میگه، میگه اینا به فکر هژمونی و حاکمیت کشورهای منطقه هستند. اینا امنیت ملی کشورهای منطقه را بیشتر اهمیت میدن که یک کنایه است و ایران و روسیه. سازمان فتح مربوط تحت سایه اسرائیل و امریکا کار میکنه و عربستان پولشان میده، قطر اینا و پول مستمری زندگی میکنه. خب حماس در مو وقتهایی که از سال 2007 به بعد تمامی آنچه را که سازمان الفتح فتح انجام داده بود و نتیجه بد گرفته بود، نتیجه تحقیرآمیز گرفته بود، همه را سرش چلیپا کشید. حالا تازه یک برنامه دیگر اینا روی دست دارن که گردانای الاقصی یا طوفان الاقصی را، یعنی پیشتاخته هایشان را، یعنی پیشمرگای الاقصی را در لبنان تشکیل بدن. خب بله، و تشکیل خواهند داد، اگرچه اقشار جامعه لبنانی رد کردن، گفتن ما خطر داره. چی خطر داره؟ حزب الله بود، یک گردان عظیمی، یک ارتش عظیم اونجا پالیتان است، شما را محافظت میکنه. اگر حزب الله نبود لبنان دیگه وجود نداشت. خب حالا که با اظهارات اسامه همدان روبرو هستیم، چی می همدان میگه که کوچاندن مردم غزه به سینا چی؟ اصلا بحث کوچاندن نیست، بحث تبدیل صحرای سینا به یک بستر بزرگ عملیاتی به عنوان سکوی پرتاب برای مبارزه با اسرائیل ما در نظر داریم. صحرای سینا و ایخ پایه های مصر هم میلرزانن. جنرال سیسی البته سخنان همدان در مورد امنیت ملی و امنیت منطقه واضحا چیست؟ تهدید حاکمیت مصر و اردن است که قبلا خالد مشعل قبایل مستقر در مصر و اردن را تحریکات کرده بود. یعنی چی؟ یعنی اینمی حماس و اینمی کوچکی خود تبدیل به یک انفجار بزرگ تاریخی میشه در جهان عرب. چه معنا؟ اگر این جنگ خدا استاد کرد، نابود نشد، تثبیت کرد قدرت حیاتی خدا، شخصا فکر می است که در هر کشور عرب یک مدل ایجاد میکنه، مدل حماس، الگو، یک جریان حماسی بعد از این در هر نقطه کشورها، چه علنی چه نیمه علنی چه مخفی، سر بلند میکنه. مدل می چرا این کار میکنه؟ به خاطر از اینکه این مردم 75 سال از تحقیر شده، یک بار اعتماد به نفس در وجود اینا زنده میشه، او دیو درون بیدار میشه. اگر استاد شد، اگر استاد نشد، اگر فاجعه هم سرش آمد، قدرتمندتر از حالت فعلی
در حالت خاموش در روان اجتماعی جامعه عرب و اسلام اینا به رهنوردی خود ادامه خواهد دادند. تفکر است. شما تصور بکنید چشمتان را ببندید، این چه رقم قضی کوچک بیرحمانه. شما بگوین که هیچ کس زنده نیست، مقصد به شکل فیلم های خیالیست میکوشن مردم. خب این نشانه از چی میاد؟ نشانه چیست که اما سؤال به دنبال یک سرزمین جایگزین میگرده، سرزمین جایگزین بر ادامه درگیری در دایره های کلانتر. اصلا حماس به فکر نشان دادن راه حل بر توقف اسرائیل فکر نمی کنه. میگه توقف چی است؟ اصلا توقفی وجود ندارد. چیزی که اینا به عنوان سرزمین جایگزین مطرح میکنن دیگه، چون به خاطر از اینکه میگه اصلا قرار نیست تا زمانی که پدیده باشه و در 70 سال ما تجربه کردیم چیزی به نام توقف وجود ندارد. به اون خاطر اینو یک سر دنبال یک سرزمین عقبه یا سنگر موثرتر میگردن، یا کرانه باختری یا خود اردن سرای سینا هر جا بر این بر اساس اینمی اندیشه. حالا قصد دارن گردان های طوفان الاقصی در لبنان ایجاد کنند. الفتحی ها میگه که با این کار خود ببینین حماس ماجراجویی میکنن، از مصر باج میگیره و به خاطر از اینکه اینا مردم های ماجراجو هستن، اصلا اینها دغدغه مرزها و حاکمیت کشورهای عربی رو هیچ ندارن، هیچ احترام نمیکنن. چیزی به نام احترام هم مانده مگر؟ سازمان الفتح به اصطلاح چهره رعیتی فلسطین منکوب شده است. محمود زهاری از رهبرای جنبش در یک ویدیو گفته بود که یک کشور فلسطینی در مرزهای 1967 آیا میتونه یک اصول ثابت باشه؟ که آله میگن مثلا امریکا پیشنهاد میکنه او کشور فلسطین مطابق مرزهای 1967 تو کشور تشکیل شوه. محمود زهار چی میگه؟ میگه وقتی که من میگه پا میشنوم استفراق میکنم. دلیل؟ دلیلی که تجربه و نتایج 70 سال مبارزه تغییر کرده، چیز دیگه میگه، درس دیگه میده. بازگشت به مرزهای 1967 او کاملا کنه شده، کارآمدی ندارن. اگر می داشت در 70 سال می داشت. حال 70 سال دیگه مردم منتظر باشه تا او کارآمد شد. نه، محمود زهار میگه که فلسطین در نظر ما، فلسطین که میگیم یعنی حاکمیت فلسطین مرزهای 1967، مثل یک کسی است که بر ما برس دندان میاره مسواک، فقط دندان های خود تمیز میکنیم، اما همینقدر پروژه ما کلانتر از فلسطین است. بله، اما بیشتر امو چیزی است که ما در اول برنامه گفتم که ایجاد ژئوپلیتیک یا فرار به طرف یک ژئوپلیتیک جدید. یادم میگه که فلسطین روی نقشه دیگه ظاهر نمیشه. پس چی میشه؟ اونمو ژئوپلیتیک جدید میشه. او چی شکلی است؟ او شکل خود پسان نشان میده. یعنی توقف ناپذیری این جنگ به چه رقم خود نشان بده؟ بس صلح چیزا بسن. خب چرا همدان به جای صرفا تشکیل حکومت مستقل فلسطین از امنیت ملی و ثبات منطقه صحبت میکنه؟
به خاطر از که این منطقه بود، اهمیت ملی کشورهای قدرتمند بود که اینا را یک مقدار انرژی داد، کمرشان را بسته کرد، روی پا ساخت و به جان اسرائیل انداخت. در 70 سال که اینا فراموش شده بودن، به جز از پرتاب سنگ صلاحی نداشتن. حال دیگه چیز است. من میخاطر است که اینا میگن خب فلسطین یک خواست حد اقلی است. اصل خواست ما به اصطلاح مشارکت در ایجاد ثبات منطقه است در غرب آسیا. میبینیم که دایه فلسطین تبدیل به یک دایه جهانی شده. حکمت اینمی آخرین جنگ که آل در گرفت و دوام داره و هیچ به نتیجه نمیرسه و همه گیر عصبی ساخته و اسرائیل کاملا شعورش مختل کرده، در اینمی نقطه مزمر است. چطور چیز که تشکیل حکومت فلسطین در کنار اسرائیل، حال از هر نگاه که شما مطالعه بکنین، یک تیوری و طرح کهنه است. این از این خود زمان زده شده، تجربه زدهش. حال چی است؟ بس تقابل در سطح بزرگ جهانی است. اینا از حالت بومی بر اومدن، پیوند خوردن با ژئوپلیتیکی که در حال شکل گیری است. او چی است؟ او بخش از نظام چند محوری دنیا است. حالا کسایی که با اسرائیل و امریکا هم گرایی دارن، مثلا سازمان الفتح، مصر، بچه ملک حسین، پادشاه اردن و اینا، و میشه اگر شیر روغن شدن عادت دارن، مثلا زنده بمانن. آل اینا میگن که حماس در اصل همی نگران جان و ریخته شدن خون مردم غزه نیست، کاملا اینا در هوای دیگه هستن، هیچ ارزش برشان نداره. و اسماعیل هانیه هم قبلا گفته بود که در این کاری که ما میکنیم فقط به خون و جان ضرورت داریم. مثل که کفگیر و تای دیگ خورده. بله، جنگ در متن و بطن خود اینمی رقم تعریف میشه که کمی در سخنان هانیه اصلا برهنه شده. میگه اصلا تعریف اهداف آینده را اینا کلام گرفتن که تلفات که حالا میبینیم به خون جان نیاز داره، خلاص یعنی چوب سوخت. استراتژی رهبرای حماس با برنامه های بازیگران کلان یکی شده. اگر چونین نمیشد، نتیجه کار چی میشد؟ چی پیش می آمد؟ نتیجه مو میشد که در 70 سال مقابله نابرابر و پر از توهین با اسرائیل و دست می آمد. مو سرکو بعدا تا یک چند ماه آرامش، باز بعد از او یک خشم و خروش نازا و باد زدن. اینطور میشد. آل از والد برآمد. نظری گروه سازشکار الفتح که از پول خیراتی امریکا و عربستان چاق و چله شدن، در واقع چی بگویم، از فروش امنیت، از قبل فروش امنیت و اسرائیل ارتزاق میکنن. ارمی هیچ است که منطقه آل با دو طرف مواجه است که دغدغه امنیت و حفظ خونا را نداره، اردوش نداره. آل او کی است؟ او یکیش حماس هست، دیگهش اسرائیل. بله، دیگه نیازی به پرده حائل نیست. پرده حائل کی است؟ سازمان الفتح. ای حذف میشه، گرچه جک سالیوان آمده که قدرت غزه و
ترانه باختری رو به اونا بده، ای امکان نداره. پرده ای حائل، پرده حائل دریده شده، دیوار شکسته. حکومت های عرب که در مدار اسرائیل و امریکا و ترس از ایران و ترس از انقلاب مردم میچرخن، یعنی از طوفان که نمی حماس برای انداخته بر طریقی که است، بسیار ترس خوردن، خوابشان خراب شده. چطور؟ به خاطر از اینکه میفهمن که افکار عمومی دنیا اسلام تغییر کرده و این تغییر به زور یا به رضا با سرنگونی دولت ها و یورش سیلاب اجتماعی در همین کشورها همراه خواهد بود. بیخی دیگر رقم تغییر کرد. بهار عربی و چیزا بود، گپا ساختگی بود. بهار عربی کار امریکا بود. اگه بهار آمد دیگر رقم بهار است. چی میگیم یعنی؟ نتیجه، نتیجه از نظر من ایست که تلفات سنگین مردم غزه و ای مظلومیتی که اینا یک بار دیگه به او مبتلا شدن، ای بار هدر نمیره مثل گذشته. محافظه‌کارهای عرب که یک دیگه صدا میکنن باید قاطعانه به ضرورت حفظ حاکمیت کشورهای منطقه مصر و اردن تاکید شد و از این قبیل مسائل، اینا هدفشان است که خطر حماس نظام درونی کشورها را مختل نکنه و مختل میکنه. رای چاره که پیشنهاد میکنن بسیار سخت فرسوده و محمل است. چی میگن رای پیشنهادشان؟ عربا حال باید برای بازگرداندن دولت خودگردان به غزه تلاش کنند، کاری که جک سالیوان آمده امیگه به تلاش داره. اما ترسشان پابرجاست، میگه اگر نکنن، اگر زودتری کار نکنن، همه فرصت ها به نفع حماس از دست خواهد رفت. تا بعد.